جمهوری اسلامی پاکستان کشوری در جنوب آسیا با مساحت 803,943 کیلومتر مربع و مرکزیت اسلام آباد که از شمال با افغانستان و چین، از شمال غرب با افغانستان، از شمال شرقی و مشرق با هند و از مغرب با ایران همسایه است و از جنوب و جنوب غربی نیز به دریای عمان محدود می شود. از نظر جغرافیایی می توان پاکستان را به سه بخش عمده تقسیم کرد که این سه بخش عبارت است از منطقه کوهستانی شمالی که محل تقاطع سه رشته کوه عظیم جهان هندوکش، قراقرم و هیمالیا بوده، فلات بزرگ بلوچستان که در جنوب غربی به طور پراکنده گسترش یافته، دشت های پنجاب و سند در اطراف رود سند. دین اسلام عمدترین عامل پیوند بین اقوام مختلف پاکستان می باشد، لیکن از لحاظ سیاسی می توان عامل یکپارچگی مردم این کشور را مسئله کشمیر و مناقشات آن دانست، موضوعی که برای سالیان دراز منازعات هند و پاکستان را سبب شده است. وضعیت سیاسی پاکستان و ساختار اداری آن برگرفته از دموکراسی غربی است. پاکستان در 14 آگست سال 1947 از هندوستان جدا شد و در 3 سپتامبر همان سال به عنوان یک کشور مستقل به عضویت سازمان ملل درآمد. اداره پاکستان تا 3 مارس سال 1956 به صورت فرمانداری کل و تحت امر پادشاه انگلیس بود، اما در آن روز قانون اساسی آن تکمیل و اعلام جمهوری شد و این روز به عنوان روز ملی پاکستان شناخته می شود. طبق آخرین آمارها جمعیت پاکستان 188 میلیون نفر است که 71% آن در روستاها و 29% آن در شهرها به شرح زیر زندگی می کنند. پس از استقلال این کشور، زبان رسمی و ملی کشور زبان اردو اعلام گردید، لیکن تا کنون این زبان در برخی از مقاطع آموزشی و اداری همچنان جایگزین زبان انگلیسی نگردیده است. زبان آموزشی در مقاطع ابتدایی و متوسطه زبان اردو و زبان علمی و دانشگاهی انگلیسی است. 98% از جمعیت پاکستان را مسلمانان تشکیل می‌دهند که از میان آنها 75% اهل سنت و اکثراً از مذهب حنفی، اندکی شافعی و 20-25% آنها هم دوستداران اهل بیت اهل تشیع هستند. سایر گروه‌های دینی شامل مسیحیان و هندوها حدود 2% جمعیت را تشکیل می‌دهند. بیش از 68% مردم پاکستان در روستاها به سر برده و اغلب به کشاورزی اشتغال دارند. از این روی اقتصاد کشور بر کشاورزی استوار است. طبق آمار به دست آمده، طی سالهای اخیر کشور پاکستان از پیشرفت چشمگیری در زمینه دامداری و دامپروری برخوردار بوده است. از جمله عوامل این پیشرفت، بهره‌گیری مناسب از علوفه، روش‌های مدرن دامداری و دامپروری و اعطای وام‌های دولتی بلندمدت کم بهره به دامداران کشور بوده است. ورزش رسمی و ملی پاکستان هاکی روی چمن است، با وجود اینکه کرکت نیز بسیار محبوب هستند. تیم ملی کرکت پاکستان یک بار جام جهانی را در مسابقات جهانی کرکت 1992 از آن خود کرد. یک بار هم در جام جهانی کرکت 1999 نایب قهرمان شد و دو بار میزبان بازی‌های جام جهانی کرکت 1987 و جام جهانی کرکت 1996 شدند. این تیم همچنان جام استرالیا را در سال‌های 1986 و 1990 و 1994 از آن خود کردند.